تازه از راه رسیدم و باید دوباره برگردم. فقط سخنی راه گلویمو بسته، میخوام بگم و برم. دلم میخواد فریاد بزنم. هنگامی که به یکی از روستاها رسیدم، در یه روستایی که بسیار تخریب شده بود، میشه گفت همش تخریب شده بود، ویران شده بود، مرد روستایی به من میگه بمونید، بمونید یه استکان چای رو مهمون ما باشید. هنوز هم بدنمون، تو بدنمون جون داریم که مهمون نوازی کنیم. درود بر شما. برنامه شماره 43 رو در روز 26 مرداد 2571 برابر با 16 آگوست 2012 و با اندوه فراوان آغاز میکنیم. من پوزش میخوام که برنامه رو با شادی آغاز نکردیم. درود فراوان براتون دارم. امیدوارم همواره شادی یارتون باشه و ما بتوانیم اندک اندک دست در دست هم میهن رو آزاد بکنیم و کار رو به جایی برسونیم که در یه همچین هنگامی دست کم با نظم مردم یاری برسونیم و بذارن دولت ها بگذارن که با به مردم یاری برسونیم. مردم بدون چشم داشت دارن کوشش میکنن یاری برسونن. شدنی نیست. مردم در آزارن، در دشواری هستن. امیدوارم که این کوشش ها بتونه بوده و نتیجه بسیار بسیار خوبی رو داشته باشه. از ایران برای من نوشتن درباره اینکه هنگامی که ما سوگواریم بخوان روز قدس برگزار کنن، خواهش میکنم یادآوری بکنیم. چه باید گفت؟ چه باید گفت؟ ما سر کشورمون نه درد داره که ویرانه و چراغی که به خانه رواز، به معبد نارواز. چرا ما باید اونجا این کار بکنیم؟ در نگارها و عکسایی که فرستاده بودن، فرتورایی که فرستاده بودن، یک روستا همش ویران شده بود به جز یه مسجد. چرا همه یه زندگیتون رو برای ساختن یه ساختمان رو آنچنان محکمی به کار میبرید و پس انداز میکنید تا به اونا بدید، بعد خودتون زندگی ندارید، پس از اون داغون میشید دوستا. امیدواریم که بیشتر بیندیشیم، بهتر بیندیشیم. با بنیان فرهنگی خوبی که داریم، با بنیان فرهنگی خوبی داریم و با پایه فرهنگ یاری و دوستی کشوری بسازیم بسیار بهتر از پیش، امروز رو که فراموش بکنیم. برنامه دمی با شاهنامه، هم دمی با شاهنامه رو بدین گونه آغاز کردیم. مانند همیشه نیست، رویه پیشین رو نداره، شد هیچی امروز رویه پیشین رو نداره. من با پوزش فراوان که این گونه آغاز کردم، به هر روی داستان رو پی میگیریم، با داستان شاهنامه، با داستان ایرج، و درست این داستان هم خورده بود به از میان رفتن ایرج. و در هفته گذشته من خودم با اندوه بسیار بسیار دوش فراوان و دشواری بسیاری برنامه رو پی گرفتم که هنوز هم دارم اون اندوه و دشواری رو، هم رخداد اون، هم رخداد ایرج که دگرگون کرد تاریخ اسطوره‌ای ایران رو. به هر روی در نخستین بخش دنبال میکنیم آوردن ایرج رو به نزد پدر و سپس گفتگو داریم با آقای بهالو، هم درباره زمین لرزه‌ای که پیش از این هم در ایران رخ داده، برای نمونه در بن زهرا یا در تبعز که پادشاه و شهربانو هر دو در اونجا بودن، شهربانو اونجا بودن و پادشاه بررسیدگی میکردن. پس از چند ساعت در این باره گفتگو میکنیم و سپس میپردازیم به کارهایی که ایشون کردن، کارهای بسیار ارزنده که ایشون دارن و بخشی هم درباره 28 مرداد دارن که پخش میکنیم از اون فیلم. در برنامه گذشته گفتیم که بیرک به دست برادرانش کشته شد، که در برنامه های آینده من بیشتر اینو میشکافم، چون این یک دگرگونی و روند به بیراه رفتنه. به این گونه که داشتن راه خودشون رو پیدا میکردن، ضحاک از میان برداشته بودن، آز و اندیشه بعد، اندیشه و خرد رو به کار نگرفته بودن، اندیشه نیکو، و این انگیزه شد که بتوانن آز بر اونها بچربه و برادر خود رو از میان ببرن. در اونجا من اشاره‌ای داشتم که جای پای این سرود رو میتونیم در کار ناصر خسرو، من گمان کرده بودم از کس دیگه، امروز درست میکنم،
چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردن، انگور نه از بهر نبیده است به چرخشت. این نبید میه که آقای نصر کستو البته خب میدونی که هفت امامی بوده و مذهبی هم بوده، موافق نبوده. پس از اون دنبال میکنه عیسی به رهی دید، یکی کشته فتاده حیران شده، بگرفت به دندان سر انگوش، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کش. و گفته نبارد ناصر خسرو میشون گفت همزمان یا پیش از همزمان با فردوسی هست و فردوسی هم همزمان میشه گفت و یکم پیش از این این سروده رو داره که ایرج به برادرش در برنامه پیشین گفتیم نیامده گفت ایش ترس از خدا، ایرج به برادرش گفت به تو نیامده گفت ایش ترس از خدا، نشرم از پدر خود همین اسرای، نیامد گفت ایش ترس از خدا، نشرم از پدر خود همین اسرای، مکش مراکت سرانجام کار، بگیرد به خور منت روزگار. اینو تا اینجا گفته بودیم. تابوت تور ایرج رو تابوت ایرج رو میفرسته و سل میفرسته. تورج هم یادم باشه از تور اومده، من چند بار تو اشتباه کردم گفتم، برای اینکه اینا هر دو یکی هم. ایرج، تورج، توران، ایران. ببینید ایرج، ایران، تورج، توران، تور، توران، آن تور، ایر، ایران، آن ایر. فریدون نهاده دو دیده به راه، سپاه و کلاه آرزومند شاه. همه چشم به راه ایرج پادشاه هم که برگرده، پدر بزرگ کنار گذاشته، پادشاهی رو داده به فرزند جوان. بر میانه خاک نیزه‌بران، یمن و ایران در دست ایرج. ایرج هم رفته با برادرش گفته کنه، برادر از میان میبرنش، اونها نمیدونن و چشم راهش هستن. فریدون نهاده دو دیده براه، سپاه و کلاه آرزومند شاه، چو هنگام برگشتن شاه بود. پدر زان سخن خود کی آگاه بود، همی شاه را تخت فیروزه ساخت، می و رود و رامشگن را بساخت. حزیره همی شاه را تخت فیروزه ساخت، همان تاج را گوهر اندر نشاخت، پذیره شدن را بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. تبیره ببردند پیش از درش، ببستند آذین همه کشورش. به زین اندرون بود شاه و سپاه، یکی گرد تیره برآمد ز راه. پس اینا همه چی رو فراهم کردن که پادشاه بیاید، پادشاه جوان، و هیچ نمیدونن که میتونه همچی چیزی هم رخ بده. کسی باور نمیکنه برادری به برادرش بشوره و او رو از میان برداره، آن هم برادری مانند ایرج. یک باره میشنون که میبینن که یک گردی از دور اومد، یکی گرد تیره برآمد زرا، هیونی برون آمد از تیره گرد، کیوانی اومد، کیوان تنومندی بیرون آمد، نشسته برو سوگواری به در، خروشان به زاری و دل سوگوار، یکی زرد تابوتش اندر کنار. که اینو جنیدی و خالقی رو بردن به زاری و دلی سوگوار، و در چاپ امیرکبیر دن نوشته، اشتباه چاپ کرده. پس اینا نشسته بودن و آماده بودن و روی اسب بودن و همه چی فراهم که بیاد پادشاه تاج رو بر سرش بذاره و دوباره پادشاهی خودش رو دنبال بکنه. ببینن که یک گرد آمد و در میان یک حیوانی آمد، یک ستوری آمد و کسی هم همراهش، سوگوار که یک تابوت زر رو همراه خودش میاره. به تابوت زر اندر و پرنیان، نهاده سر ایرج اندر میان، ابا ناله و آه و باروی زرد، به پیش فریدون شدن شوخ مرد. ز تابوت زر تخته برداشتن، که گفتار او خیوه پنداشتن. سر ایرج رو در میان تابوت گذاشته بودن و زر تابوت زرین و پرنیان هم روش کشیده بودن، و این هنگام که اومد گفت چون چیزی رخ داره باور نکردن. در تابوت، سر تابوت رو برداشتن و دیدن. ز تابوت تا پرنیان برکشید، سر ایرج آمد بریده پدید،
در نمونه چاپ نقشبان آمده. یکی سنگ دل پرنیان برکشید، برید سر ایرج آمد پدید. بیفتاد زس آفریدون به خاک، فریدون به زمین افتاد از فرزندش بوده. درست مانند امروز آذربایجان خیلی همخوانی داشته این رویداد بسیار بسیار دلخراش. و اینه که باور کنیم برنامه فرستادن بسیار دشواره و باید فرستاد که ما ببینیم چه فرهنگی داریم، چه باید بکنیم و چگونه میتوانیم از بیراه در بیاییم دوباره به راه. بیفتاد زست با فریدون به خاک، سپه سر به سر جامه کردن چاک. سیاه شد رخان، رخان دیدگان شد سپید. سیاه شد رخان دیدگان شد سپید، که دیدگان دگر گونه بود از امید. اونا امید چیز دیگه ای داشتن و امروز رخ داد. و میبینیم که شاهنامه جامعه شناسی میکنه، میگه چه کار کردن، جامعه هاشون رو چاک دادن، نمونه سوگواریه. امروز هم میکنن. بیفتاد زست با آفریدون به خواب، سپه سر به سر جامعه کردن چاک. سیاه شد رخان دیدگان شد سپید، که دیدن دگر گونه بود از امید. چو خسرو بدان گونه آمد زرا، چون این بازگشت از پذیره سپاه. دریده درفش و نگونسار کوس، رخ نامداران شده آبنوس. تبیره سیاه کرده و روی پیل، پراکنده بر تازی اسپانش نیل. پیاده سپه بد پیاده سپاه، پر از خاک بر سر گرفتن را. فروشیدن پهلوانان به درد، کنان گوشت از بازو آزاده مرد. همه دلگیر بودن، پرچم رو نگونسار کردن، که امروز میبینیم در جهان همچنین رخدادی که پیش میاد پرچم رو نگونسار میشه. ما اینو در فرهنگ چند هزار سالمون داریم و در آیین ها و روش هامون گوشت خودشون رو میکردن. درست مانند سوگواری های امروزه. توفیر و دگرگونیش این بود که اونا رخت بنفش و ارغوانی میپوشیدن. در پیش از این گفتیم در داستان سیامک. و اینجا درسی میده، میگه ما بر خود به مهر زمان گمان، نه نیکو بود راستی از کمان. به مهر زمان دل مبند. و کمان راست، این دوتا چم و معنی داره. کمان اگر راست باشه نمیشه تیراندازی کرد. نه نیکو بود راستی را کمان، کمان باید کمانی باشه. آسمانم میگه و زندگی و جهانم میگه، این هر دو رو میگه که کمان آسمان و جهان گرد و گردنده. ما بر خود ز مهر زمان گمان، نه نیکی بود راستی از کمان. بدین گونه گردد به ما بر سپه، بخواهد رو بودن چو بنموچه. چو دشمنش گیری نمایت مهر، این جهان این گونه است، بلندت میکنه بر زمینت میزنه. تا باش دشمنی کنی به مهر نشون میده، وگر دوست خانی نبینیش چه، و اگر دوستی باهاش بکنی چهره خوبش رو نمیده. روزگار بالا پایین داره، دگرگونه، ما باید استوار باشیم. یکی پند گویم تو را من درست، سوی باغ دل از مهر گیتی بباید شست. یکی پندی بهت میدم، دل از مهر گیتی باید شست. اینو فردوسی میگه. بهرون تابلوی دیگری آغاز میکنه، میگه چه شد. سپه داغ دل شاه با های و هوی، سوی باغ ایرج نهادند روی. به روزی کجا که کجا، به روزی کجا جشن شاهان بودی، ورا پیش در جشنگاه آن بودی. به سوی باغ ایرج رفتند، جایی که هنگامی که جشنهاش برپای میشد اونجا پایگاه ایرج بود. به روزی کجا جشن شاهان بودی، ورا پیش در جشنگاه آن بودی. فریدون سر شاه پور جوان، بیامد به بر برگرفتش نوان. بران تخت شاهنشهی بنگری، سر تخت را تیره ای شاه دید. برفشاند بر تخت خاک سیاه، به کیوان برآمد فغان سپاه. همی کرد های و همی خست روی، همی ریخت اشک و همی کند موی. رفتن به اونجا، رسیدن، کاخ رو دیدن، تخت رو دیدن، خاک بر تخت مالیدن. درفسرده شدن، های و هوی میکردن، همی کرد های و هم کرد همی خست روی. این خست یعنی خراشیدن،
یعنی زخمی کردن. در برنامه های پیشین گفتم که انگامی که بگیم ما خسته نباشی یعنی باید بگیم مانده نباشه، خسته یعنی زخمی. در اینجا نمونهش تو شاهنامه باشه، یادتون باشه، همی کرد ها یا همی خست روی، های میکرد داد میزد و خست خسته میکرد روش و چهرش و چنگ میزد، همی ریخت اشک و همی کند مویه. میان را به زنار خونین ببست، کمربند کشتی کستی که میبندن کمر، با اون زنار کمرشو بس خونینم شده بود، همی ریخت اشک و همی کند موی. چگونگی سوگواری رو داره میگه. همه سر و روشون رو کندن و بسیار سوگواری کردن. نهاده سر ایرج اندر کنار، سر خیش کرده سوی کردگار، همی گفت که داور دادگر، بدین بیگونه کشته اندر نگر، به خنجر سرش خسته در پیش من. ببین خسته رو باش پیش من، سر بریدهش زخمی شدهش پیش منه، خسته پس یادمون باشه یعنی زخمی، چمه زنی زخمی. به خنجر سر خسته در پیش من، تنش خورده شیران آن انجمن، تنش رو از میان بردن دادن خوردن، تنها سرش رو برای من فرستادن. دل هر دو بیداد زنسان بسوز، اون دوتا بیدادگر رو دل هر دو بیداد زنسان بسوز، که هرگز نبینند جز تیر روز. به داغ جگرشان کنی آژده، که بخشایش شاید بر ایشان دده. آژده یعنی همچون تیز و برنده و برچیده بر اینها داغ و جگر بدی که اینو کشتن، که کسی که اینها رو پرورش داده دده، مانند مادر که پرورش میده، اگه از دد هم بیاد یعنی حیوان وحشی که مشتکاره، که اون هم بر این دلش بسوزه چون این آزارشون بده. این یک دیگرگونی ویژه‌ایست در تاریخ ایران. یعنی بیاین نگاه بکنید به داستان سامیه، اون دو برادری که همدیگر رو کشتن، حابیل و قابیل. ما توفیر اسطوره هامون با یهودی ها و کلیمی ها و آفریقایی ها اینه که ما داستان های پهلوانیمون داستان های پهلوانی داریم، اونا آینی دینیش کردن. یعنی داوود و حابیل و قابیل مانند همون سیامک و کیومرث و ایرج و سلم و تور، اینها در اونجا داستان‌های دینی شدن، در نزد ما داستان‌های پهلوانی. همی خواهم ای داور کردگار، که چندان امان یابم از روزگار، که از تخم ایرج یکی نامور ببینم، بدین کینه بسته کمر. و این آغاز کینه ورزی میشه در میان خانواده‌ای که یکی بودن، ایرج و سلم و تور، برادر فریدون، پدری که آمد ضحاک رو از میان برداشت، و اینک میگه این دادگری نیست و کینه میگیره. که از تخم ایرج یکی نامور ببینم، یکی کینه بسته کمر، ببینم بدین کینه بسته کمر، چون این بیگنه را بریدن سر، ببرد سر آن دو بیدادگر. چون دیدم چنان زان سپه شایدم، کجا خاک بالد بپالایدم. کجا؟ همون که میگه این کینه که گرفتیم، این کین رو که از اونا گرفتیم، انتقام رو که از اونا گرفتیم، دیگه من مهیای مردنم که خاک بتونه من رو در بر بگیره. بر این گونه بگریز چندان بزار، همی تا گیا رستشن در کنار. من بازه آنجا نشست و گری کرد تا گیا بالا اومد. ما امروز هم این زبان زد رو داریم و این گستردگی و کهنگی و زبان رو ببین. میگه به اندازه اینجا گریه کن یا بمون تا گیا زیر پات سبز شه، از همینجا میاد. بر این گونه بگرید چندان بزار، همی تا گیا رستشن در کنار. زمین بستر خاک بالین اوی، شده تیره روشن جهان بین اوی. چشماش نابیناش و تیره شد. در بار بسته گشاده زمان، همی گفت زاره نبرد جوان، کس از تاجداران بدینسان نمرد، که تو مردیه نام بردار گفت. سرت را به زاری سرت را بریده به زار اهرمن، تنت را شده کام شیران کفن. خروشان و فقان و دو چشم پراب، خروش و فقان و دو چشم پراب، زهر دام و دد برده
آرام خواب اندازه این گریه میکرد و زاری میکرد که جانداران وحشی ددان گوشتخوار و دامهای وحشی گیاهخوار هم دیگه اونجا آرام خوابشون از دست داده بودن. سراسر همه کشور و مرد و زن و هر جا کرده یکی انجمن، همه دیده پر آب و تل پر ز خون، نشسته به تیمار و درد اندرون، همه جامه کرده کبود و سیاه. اینجا که گفتم جامه رو کبود میکنن، سیاه هم کردن. متعرقبانی بیشتر ما داریم و اینو در جاهای دیگه هم اومده، در داستان سیامک هم اومده بود. همه دیده همه جامه کرده کبود و سیاه، همه خاک بر سر به جای کلاه، چه مایه چون این روز بگذاشتند، همه زندگی مرگ پنداشتند. بسیار بهشون گذشت. با این روی هم باره روزگار اینگونه نمیمونه، روزگار روی خوش هم داره. ایرج کسی رو دوست داشته که از او بارداره، آبستنه. برآمد بر این نیز یک چندگاه، شبستان ایرج نگه کرد شاه. پس روزگاری که گذشت شاه به شبستان اون رفت، استان شب خانه. اینو با حرم سرا اشتباه نگیرن. برآمد بر این نیز یک چندگاه شبستان ایرج نگه کرد شاه. فریدون شبستان سراسر بگشت، بران ماهرویان همی برگذشت. یکی خوب چهره پرستنده دید، کجا نام او بود ماه آفرید. پری چهره را بچه بود در نهان، از آن شاد شد شهریار جهان. از آن خوب رخ شد دلش پر امید، به کین پسر داد دل را نوید. ما داستان رو در همین جا میگذاریم که در هفته آینده با چهره دیگر و با دل دیگری به این داستان نگاه بکنیم. پوزش میخوام اگر که حال و هوای ویرانی آذربایجان به دل ما هم ریخته است. دنباله رو پی میگیریم با آهنگی یا خانشی، شعرخوانی که دختر جوانی برای ما کرده در نشست مسی سلیمان شاهنامه خانی نیوشا احمد زاده. پیش از اون باید یادآور بشم خانواده ارجمندی که از هلند زنگ زدن شماره تلفنشون رو به من دادن، این شماره تلفن رو درست من ننوشتم. خواهش میکنم دوباره شما تلفن بدید، یا روی فیسبوک یا روی گوگل نام منو بنویسید منو پیدا میکنید، یا شاهنامه و ایران @gmail.com میتونید برای من بفرستید. آقای خویی هم، دکتر اسماعیل خویی پیامی دادن که اون یا نوشتارهایی به نام ایشون پخش میشه، همه این نوشتارها میتواند از ایشان نباشه، که در برنامه روز شنبه بیشتر در این باره گفتگو میکنیم. گوش بدیم به شاهنامه خوانی نیوشا احمد زاده. Come on.
ای خنده تو به کام ایران شادی، ای خنده تو به کام ایران شادی، شور نگهت ترانه آبادی. ای خنده تو به کام ایران شادی، شور نگهت ترانه آبادی. از خنده تو امید تا بردمدی، از خنده تو امید تا بردمدی، از گوشه به گوشه نغمه آزادی. درود بر مردم آذربایجان. تسلیت دیرم سیز آذربایجان هموطنلر، بیز چوق ناراحت اولدوق، بیز سیزیم قمیزده شریک چوق. امیدوارم شادی جایگزین اینها باشه، همچنان که دختر شیرین رو میبینی خندیدی و درد مرگ را تاراندی، خندیدی و درد مرگ را تاراندی، بر تشنه لبان جان و روان باراندی. ای جان ز نگاه شاد اوریان کرده، ای جان ز نگاه شاد اوریان کرده، با این گلخند جاودانان ماندی. هم میهن ناز خنده رویم، هم میهن ناز خنده رویم، ز نگاه در شام تکیدگی دمیدی تو پگاه. میهن ناز خنده رویم، ز نگاه در شام تکیدگی دمیدی تو پگاه. این خنده مراز شیخ و سالوس ببر تا شهر ستارگان و تا درگه ما. این خنده شرار جاودانی دارد، این خنده شرار جاودانی دارد، شیرین سخن از روی جوانی دارد. هرچند زمینی است یه شاخه ناز، هرچند زمینی است یه شاخه ناز، لبخند تو شور آسمانی دارد. درود دیگر که باید درود را گفت، تندرستی برای همه خاص، و درود بر احمد بهاری بزرگوار. درود بر شما و خوش آمد. درود بر شما دوست گرامی آقای قوی دل، و درود بر بینندگان گرامی تلویزیون ایران آریایی. صحبتی فرمودید در مورد هموطنان گرامی عزیز ما که چه مصیبتی را تحمل کردن. من صحبت من در این مورد این است آقای قوی دل عزیز، که زلزله‌ای که قدرت 6.3 بوده در نیم روز اتفاق افتاده، در جایی اگر افتاده بود که یک مملکت بود که به حال مطابق اون درآمدی که داره و خودش رو ابرقدرت هم حالا حساب میکنه در منطقه، اگر واقعا این چنین تلفاتی بده و این چنین تلفات مهیبی بده، معلوم میشه که متاسفانه مثل همیشه ایرانی ها علکی و مفت تلف میشن. توجه میکنین آقای قوی دل، در زلزله 6.3 زلزله نیست که مثل در ژاپن اتفاق افتاد، این زلزله است که فقط روی خانه از گل ساخته شده میاد پایین. یه مسجد بود اونجا درست کرده بودن، قشنگ تکون نخورده بود. چرا خونه های مردم رو درست نمی کنین مثل اون مسجد؟ مسجد خدا که احتیاج نداره که خونهش محکم باشه. آخه ببینین اینا رو آدم به کجا باید بگه؟ جون آدم وقتی اهمیت نداشته باشه، قضیه همین هست. 6.3 ریشتر زلزله‌ای نیست که باعث این همه تلفات بشه، اونم نه اینکه نصف شب آمده باشه مردم در خواب بوده باشن، در نیم روز اتفاق افتاده. بنابراین ببینید، حالا خدمتتون عرض میکنم، چند ماه پیش یک شخصی به اسم حاجی ابوالفتاح قزوینی، این شخص از بد حادثه، از نگونبختی ایرانیان شده رئیس سازمان مدیریت بحران کشور. ببینید بعد ایشون رفته تفاهم نامه با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی رفته امضا کرده. ای لعنت بر چنین خرافاتی. آخه شما برای اینکه مبارزه کنی و بلایای طبیعی، برای اینکه نگذاری مردم ناسلامتی، تو نشستی در جایی که باید جلو تلفات مردم رو بگیری، رفتی اگه حوزه علمیه غلطی میتونست بکنه در حق خودش میکرد. در زلزله قم رو که
شده بود کاری در موردش میکرد، اون نزدیکای خودش کار میکرد، آذربایجان بیچاره تو میخواستی بری جلوی بلایای طبیعی رو به وسیله امضای تفاهم نامه با چهار تا طلبه بگیری. خب وقتی که ببینین چند ماه پیش که این حاجی مدیر دوله که از نگونبختی ایرانیان شده رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران مذهب زده، مذهب زده یعنی فلک زده به توان صد، وقتی این جفنگیات رو ایشون عنوان کرد ماها پیش بود، مردم به جای اینکه یقه این ابله و بزرگترهای شیادتر از اون رو که بزرگترهای اون هستن بگیرند، سکوت مصلحت آمیز میکنند و سری میجنبانند، احیانا در خفا میخندند. این سکوت های مصلحت آمیز فاجعه های چنین را هم به دنبال داره. عرض بنده همین بود. توانایی زدانایی پدید است، توانایی زدانایی پدید است، زدانایی کسی بهتر ندید است. چرا بحالو ما بر همین پایه است که من یادم میاد بیست و چند سال پیش که خب اروپا اومده بودم و رو کارهای فرهنگی دیدم که بیشتر باید پافشاری کنیم تا کارهای سیاسی، نام نمیبرم از بچه هایی بودن که اومده بودن میگفتن که یا با ما کار بکن، میگفتم دارم کار میکنم، میگفت نه اینا فایده نداره، شما بیاید ببینید ما در این جای کشور در اون جای کشور چقدر اوضاع خوبه. گفتم اما مردم اگر که آنچه که میخوان بهشون ندید، اون بنیان رو بهشون نشناسی و نمیتوانن استوار باشن، دچار گرفتاری های میشوند که اون روز درگیر در یه بخشی مذهبی میشن، در یه جای سیاسی میشن، یعنی درست همون کربلای اونوری کربلای دیگه هم براشون درست میشه. این هستش که باور کنید این سخنی که شما میگید چقدر در خور نگرشه و مردم باید نگاه کنن. البته من باور نمیکنم که اینا نمیدونن، اینا ندونن که دارن چیکار میکنن که میرن با حوزه علمی این کارو میکنن. یعنی به مردم دارن میگن شما به اندازه‌ای که ما میگیم این اندازه کوچولو باید بشی. اون انگامی که اون آقای آیت‌الله بهش گفتن ببخشید سکس خشونت، آقای گیلانی میومد در تلویزیون و سخن از این میگفت که اگر کسی در زمین لرزه به روی عمش بیفته، شما نگاه کنید اون میدونه که چی داره میگه، اون این نیست که همچی چیزی خب همه میدونه که اصلا شدنی نیست، اون که داره میگه میگه شما به اندازه که ما بهتون میگیم یا مرزی که بهتون میدیم باید کوچیک باشید. اینجاست که آنهایی که ایستادن و میخواهن این رژیم بماند و نمنمک درستش کنن، بدونن که این داره ریشه میدواند و ریشه میدواند و آدم هایشون رو میخرن و پول پخش میکنن و انسان های بسیار پایورز و متعصب رو میارن، دست به چاقوشون میکنن، دست به اسلحهشون میکنن. این دوران بحران میگذره، اینا دوباره میرفتن، این آرامش پیش از طوفان میتونه باشه. این هستش که من میخواستم از شما خواهش کنم همراه با این که سخن رو پی میگیرید یادآوری هم بکنیم از بوئین زهرا که پادشاه اونجا رفت، شهبانو اونجا رفت و نگاره ها و فرتون ها و عکسایی هم هست که جناب سیاوش میتونه همزمان پخش بکنه. از کنم خدمتون در همون زمان من آخرین نامه رو نمیدونم، ولی به هر حال نامه دیدم از محمد زاشاه پهلوی که نوشته بود به فرزندش شاهزاده رضا پهلوی، در اون موقع نوشته بود. به این نامه رو که اون موقع که داشتیم فیلم دیولوشن رو داشتیم تهیه میکردیم به این نامه هم برخوردم. تو این نامه شاه ایران داره عمیقا به فرزندش که در آمریکا داره تحصیل میکنه داره میگه که چگونه ما آمدیم مصیبت زده هستیم ما و به همین خاطر جشن برگزاری جشن های 4 آبان و 9 آبان هم که به زادروز محمدرضا شاه بود و شاهزاده تعطیل کردن. بعد اینا بلند میشن میرن وسط زلزله زده ها. اما موقعی که ببینید موقعی که گرد جنون از یک سو بر مردم پاشیده شده و گرد تبلیغات مسموم از همه سو بر روی اونها پاشیده شده، هر کاری که کردن خلافش رو مردم نگاه کردن. درست برمیگردیم مثل اینکه 28 مرداد در نظر بگیرید، 28 مردادی که همه میگن ما بریم برگردیم به سال 1353 ببینیم 52 و 43 ببخشید و بعد 1352 بعد من میگم آقا اجازه بدین اول برگردیم به این 34 سال پیش در همچه روزی در 28 مرداد ببینین که چه فاجعه‌ای در ایران رخ داد. یعنی سینما رکس آبادان را همین جمعی که ایران الان در ایران بر نشستن و حکومت رو به دستشون گرفتن
400 نفر، بیشتر از 400 نفر رو راحت سوزوندن. بعد یه مشت بدبخت دیگه هم اعدامشون کردن که اونام صداشون در نیاد. در حالی که برخلاف، یعنی هر آدمی که حتی به اندازه یه عقل نیمچه مختصری هم اگر داشت میتونست بفهمه که آقا این قاتل کی هست، شاید نمیاد بره وسط نمادی که نماد پیشرفت هست، نماد ترقی هست، یعنی سینما، بره یک همچین مردم خودش آتش بزنه. این باید کسی داره، این خرابکار کجا داشتین دنبالش میگشتین؟ آقایان چرا؟ آقایان تحصیل کرده تو این وسط بیشتر از همه مقصر بودن. مردم آبادان خوب میدونستن سینما رو که سابقه وقتی آتش گرفت، هنوز مردم آبادان معترضن، میدونن که چه به سرشون اومده، ولی هرگز صداش در نیومد. در کتابی که واقعا کتاب با ارزشی که مثل همه دیگر کارهای آقای بهرام چوبینه بسیار کتاب با ارزشی هست، آقای بهرام چوبینه بهتون عرض کنم که تحقیقاتشون مقدمه ای که ایشون نگاشتن بر کتاب 23 ساله آقای دشتی خودش دنیایی میارزه. اما به سر خاطرات یکی از دستن در جنایات جنایتکاران این ماجرای سینما رکس آبادان، یکی از کسانی که در اون جنایت دست داشته، خاطرات اون رو ایشون اومدن ویراستاری کردن و نوشتن. و این کتاب رو بخونه موقعی که ایشون در یکی از اون حکمی که میگیره و از تهران حرکت میکنن با آبادان، آخوندی بوده که پیپ میکشیده و این نشونهایی که میده ببینین با کی جور در میاد. خب در اون موقع ملاحظه میکنید که همونطور که کسی نقش شاه و نقش شعبانه و ندید، آقا برفتن وسط این جمعیت مثل همیشه رفتن و میونه این زدزل زلها اینا که اصلا یه چیز منفی براشون گرفته بودن، به جایی که بگن خب این هم یک کسی هست که داره از متأثر از بلایی که به سر مردمش اومده. اما این مردم به جایی رسیده بودند، مردم طوری فریب خورده شده بودند که ماجرای سینما رکس آبادان هم در روزی مثل فردا که 28 مرداد فردا باید باشه آقای ربیدل عزیز گویا، پس فردا در یک همچین سالگردی، باز هم عرض میکنم مردم بهتر یک نگاهی بکنن به نظرم به این تاریخی که هنوز مرکبش خوش نشده، این آسان‌تر میشه پیدا کرد تا برگردیم به اونجا که اونجا هم خدمتتون عرض خواهم کردیم. 28 مرداد معروفی که در همین فیلم دیولوشن ما یک چپتر به این اختصاص دادیم، نه که همه حرفا رو زده باشیم، اما به هر حال لب مطلب رو در اونجا داریم. هر موقع اون کلیپ فیلم آماده بود اگر نشون بدن آقای قویدل اون رو در بخش دوم گفتگو بکنیم، چون یه بخش نخست خواستیم دیشتر درباره زمین لرزه گفتگو بکنیم، همش من رب داره ملاحظه میکنیم که ما زمین لرزمون 28 مردادمون زمین لرزه های اتفاقا در اون موقع هم یک اتفاقی که افتاد در همون سال زمین لرزه شدیدی هم آمد آقای قویدل، حالا اون موقع پیامد بدی داشت، شاید این دفعه پیامد خوبی داشته باشه، نمیدونم. بله 100% همینطور بود و من یکی دوتا کار رو میخونم و خواهش میکنم اون نگاره هم پخش بشه. ای گوهر پیشانی خاک ایران، ای گوهر پیشانی خاک ایران، افسونگر مشروطه پاک ایران، ای مادر گنجوی و ستار دلیر، از رنج تو گشت سینه چاک ایران، لرزید زمین و جان ایران لرزید، ورزغان و احرز خان ایران لرزید، دست و دل مردمان ایران یک شد، دست و دل مردمان ایران یک شد، دست و دل دشمنان ایران لرزید، لرزید زمین و جان ایران لرزید، ورزغان و احرز خان ایران لرزید، دست و دل مردمان ایران یک شد، دست و دل دشمنان ایران لرزید، امروز چه کرد و چه بلوچ آذر بومند، خوزی و لور و زابلیان آتر بومند، از کودک خرد و پیرهای رنجور هم بست دلان از جدایی بر بومند،
نه چارپاره های سوای امروز از همان. امروز چه کرد و چه بلوچ آذری هستند، امروز چه کرد و چه بلوچ آذری هستند، قوزی و لور و زابلیان آتری هستند، از کودک اصفهان و پیر کرمان هم بست دلانی ز جدایی بری هستند. امروز این زمین لرزه‌ای که اومده، باور بکنید اگر ما زمین لرزه‌ای 57 رو نداشتیم و پیش از اون رو نداشتیم، زمین لرزه‌های سیاسی رو، این زمین لرزه اندازه کشته نمی‌داد. ما اگر اون ساختار رو از دست نداده بودیم که در بخش دوم پس از اینکه ترانه آیرلخ رو برای هموطنان آذری پخش میکنیم به اون خواهیم پرداخت، اگر اون ساختار از میان نرفته بود و ما پیش میرفتیم، اینجا نباید کشته میداد. چرا باید کشته میداد؟ چرا اینقدر باید مردم کشته؟ همچنان که به حالو گفت ساعت 4 پس از نیم روز این همه کشته، مردم خواب نبودن، مردم بیرون بودن. برود بازم دلارامی میدیم به هممیهنانمون و خودمون رو در اندوی اونها شریک میدونیم. خواهش میکنم ترانه آیرلخ از گوش پخش بشه و پس از اون برنامه رو دنبال میکنیم. بازم تسلیت دیرم سیز آذربایجانی هم بطنلر بیز چخ ناراخه دلدو بیز سیزیم قمیزده شریک چخ.
دیگر مانند همیشه درود را هزاران بار می توان گفت که از درود و تندرستی می آید و سلام بسنده می کند به یک بار که چون ما با کسی جنگ و نبرد نداریم. ما خودیستاییم، هنگامی که بر ما فشار بیاد، بر ما آزار بیاد، بیدادگری بیاد، بسیار ایستادگی میکنیم و پدافند میکنیم و این پدافند رو امروز آقای احمد بهاءالله داره میگه که ما پدافند اندیشه‌ای داریم میکنیم و ایشون میپردازن به رویدادهایی که در یه همچنین ماهی رخ داده و برنامه رو دنبال میکنن. جناب بهاءالله در خدمت شما هستیم. خدمت عرض کنم همون که در ابتدا عرض کردم خدمت همه بینندگان عزیز، این بود که گفتم وقتی میگن 28 مرداد ما بلافاصله میریم به اون روزه نفاق افکنی که به اسم 28 مرداد مشهور شده و این روزه ایست که روزه خواص ما هست. ما میان دو روزه گیر کردیم آقای قدیدل و نمیتونه تکون بخوریم. عوام ما پای روزه کربلا و امام حسین در 1400 سال پیش، خواص ما پای روزه 28 مرداد و این دو روزه باعث شده که ما تکون نتونیم بخوریم. ما گیر کردیم، داریم در این دور باطل دور خودمون میچرخیم. این 28 مرداد اگر قرار باشه صحبت بشه، باید در این ماه اتفاقات اول بریم ریشه‌یابی جنایت سینما رکس و آبادان رو بکنیم. این جنایت فراموش شده که 400 نفر، بیشتر از 400 نفر رو زنده سوزاندن تا 600 سینما. حتی تعداد حالا اگر تعداد ده نفر بود، من ببینم این همه هنرمندان اینها به جز پرویز صیاد گرامی که آمد و همچنان به یاد این قربانیان بود و نمایشنامه محاکمه سینما رکس رو با استادی درست کرد که نه این بالاخره یادی بمونه و این بالاخره نگذاره فراموش بشه، چون اینا این از حوادثی هست که همیشه آخوند میخواست فراموش بشه و این نباید فراموش بشه، برای اینکه این یکی از مهیب‌ترین جنایات تاریخ بشر بوده که صورت گرفته. اما اگر حالا بریم به سراغ اون روزه دومی، این روزه دومی یعنی روزه 28 مرداد سال 1953-1332، خدمت رو عرض کنم از این فقط گمان من از روز ازل این روزه رو درست کردن برای نفاق افکنی میان طبقه تحصیل کرده ما. یه عده منکر این بشن، یه عده منکر اون بشن، به این وسیله با این جنگ و جدالی که بین این گروه نخبگان جامعه هست و اون وسطان تعدادی هستن که مأموریت دار این جنگ رو دامن میزنن، باعث بشن که بعد از این همه سال هنوز که هنوزه به خاطر همین روزه هیچ گونه امیدی برای اینکه اینا بشنن دو تا کلمه به حرف هم دیگه گوش بکنن ندارن. 28 مرداد باید نگاه کرد ازش. بعضی وقتا دارن قضاوتایی که میکنن مثل این که مثلا دنیای امروزه. شما باید برگردید ببینید در سال 1953 از نظر ژئوپلیتیک دنیا اصلا بعد چگونه بوده. موقعی بوده که سالهای سرنوشت سازی که داشته نظام کمونیستی از یک طرف و نظام سرمایه‌داری پس از پایان جنگ چند سالی از جنگ گذشته، حالا اینا تازه دارن برای هر کدوم میخوان دنیا رو به طرف قطب خودشون بکشن و هیچ کدوم هم حاضر نیست یک ذره عقب بیاد، یک ذره عقب بکشه. خیلی خوب، در یک همچین شرایطی هست که شما یا باید جز این کمپ بشی یا جز اون کمپ بشی. هر کس که میخواد خیال بافی بکنه از این خیال بافی های ابلهانه یک دونه کشور رو نشون بدین، یک دونه کشور، حتی کشورهای اروپایی که در اون زمان، یعنی شما یا با دود اروپای غربی باشی که جزی از این گروه بلوک سرمایه گذاری باشی، سرمایه داری و کاپیتالیستی باشی، یا با دود میرفتی جز اروپای شرقی که جز اون بلوک سوسیالیستی و کمونیستی بودی. بنابراین این خیال بافی ها که ما استقلالی میخواستیم و هیچ کس نباشه، اینا ببخشید اینا خواب و خیالای حاصل دود هست و یعنی با واقعیت اون زمان هرگز جور در نمیاد. حالا اگر این دوستان گرامی که این همه دارن روزه سر میدن میخواستن که ایران فردا در اون موقع بره بشه جزء بلوک شرق و بریم ما هم بشیم جزء ایرانستانهای اون منطقه، خب حرفی جداست. اما برای اینکه نشون داده بشه که اصولا ببینید، من همیشه اعتقاد دارم که یکی از پیش زمینه هایی که بازم به غلط گفته شده که بله اگر 28 مرداد اتفاق نیفتاده بود انقلاب رخ نمیداد، میگم اینو درست میگید، چون اگر 28 مرداد اتفاق نیفتاده بود
اصولا ایرانی به اون صورتی که ما در سال 1979 داشتیم وجود نداشت که بخواد انقلابی توش اتفاق بیفته. بعد در این مورد باهاتون موافقم. اما ما آمدیم در فیلم دیولوشن یکی از چپترهاش بازگشتی کردیم به این که بیا بشینیم واقعا و ببینیم این 28 مرداد آیا به این صورتی که اینا میگن به عقل جور در میاد، آیا به عقل جور در میاد که آمریکا خودش شاه ایران رو بیاره سر کار، بعد خودش هم بیاد اینو پخش بکنه میون همه جوانا که در تضیفش بکوشه. اجازه بدید این قسمت کوتاهی از فیلم دیولوشن اگر آماده دارید اینو لطفا در همینجا نشون بدید که معلوم بشه که اولا تکلیف ما با این قضیه ما چگونه با چگونه روبرو شدیم که بعدا یک از حرفای دیگه از توش در نیاد. بفرمایید. در آن ایام بیان که به مصدق بی احترامی شده باشد، عقل جمعی ایرانیان به این نتیجه رسیده بود که او با همه وطن پرستی نخواهد توانست اقتصاد ورشکسته ایران را نجات داد و در همان حال جلوی هجوم کمونیسم را نیز که توسط حزب توده نمایندگی می شد بگیرد. خرد جمعی ایرانیان در آن زمان که فراتر از تهران و تمامی ایران را شامل می شد چنین نتیجه گیری کرده بود که برای این ماموریت تقریبا ناممکن محمد رضا شاه تنها راه حل باقی مانده است و عقل جمعی معمولا ایدئالیسم را با واقعیت عوضی نمی گیرد. حتی روحانی بانفوذی چون آیت الله کاشانی رئیس مجلس شورا نیز جانب شاه را گرفت. بنابراین صرف نظر از همه داستانهای فانتزی، اراده مردم شاه را به ایران بازگردانده بود و شاه از آن پس خود را به عنوان شاهی تصور کرد که حکم شاهیش را از دست مردم ایران گرفته و شاه منتخب مردم است. آنچه او آن را عمیقاً جدی گرفت و شاید هم خیلی جدی. یک بار دیگر سپاس متقابل من به شما ملت ایران. تا اینکه پادشاه شما برای اینکه پرده ها به عقب برود و قیافه حقیقی هر کس روشن شود، بهتر دانست که در غیاب خود او ملت ایران قضاوت خودش را بکند و شما مردم در 28 مرداد قضاوت خود را به اون طریق نشان دادید. و می خواهم بگویم که نه فقط خواستار مراجعت پادشاه قانونی موروثی خود بودید، بلکه یک رسالت تاریخی اضافه بران به من دادید که منجر به انقلاب ششم بهمن شد. تاریخ نشان می‌دهد که ایرانیان در این گزینش نه تنها نقشه گسترش کمونیسم را در ایران تا زمانی بلند متوقف ساختند که نگذاشتند در یک برهه حساس زمانی تعادل قوا میان شرق و غرب به سوی شرق سنگینی کند. اما شاید بسیار رهبران دنیای غرب و رؤسای جمهوری در آمریکا آنچنان درگیر در جنگ سرد با کمونیسم بودند که این خدمت ایرانیان به دنیای آزاد را ندیدند. آنها به جای اعتبار دادن به ایرانیان به تبلیغ ادعایی پرداختند که این CIA و بریتیش اینتلیجنس سرویس بود که
همه کارها را انجام داد و آنها با تقسیم مبلغ ناچیز 100 هزار دلار ایرانیان را وادار به قبول آن کردند که نخست وزیر محبوب و دموکرات خود را بفروشند و به اصطلاح دیکتاتوری دست نشانده را جانشین او کنند. بسیاری از خود ایرانیان تحصیل کرده که سالها در غرب سپری کرده بودند نیز با خوشحالی تمام این فرضیه تحقیرآمیز را به عنوان یک حقیقت شاخ و برگ داده و به دوست و دشمن تحویل دادند، یعنی تبلیغ خفت و خاری ایران به خاطر بی‌اعتبار ساختن شاه. باز هم درود میفرستیم و از آقای بهالو خواهش میکنم که دنباله این ویدیو رو بگیرن، خودشون گفتگو بکنن تا پس بپردازیم به بخش فرهنگی این رویکرد رویدادها. خدمتتون عرض میکنم که دقیقاً ما در یک گذرگاه تاریخ واقع شده بودیم در سال 1953. در کفه ترازوی کاپیتالیسم و سوسیالیسم تقریباً برابر بود. کشوری با وضعیت سوق و جوشی ایران میتونست کفه ترازو رو به سمت یکی یا دیگری سوق بده، یعنی سنگینیش به اون طرف میشد و اون باعث میشد که مثل مگنت و مغناطیسی بقیه هم به خودش جذب بکنه. کاری که ایران کرد در موقع و کاری که شاه ایران کرد در موقع، محمد رضا شاه کرد، این معادله رو به سود جهان آزاد و به سود جهان غرب، به سود جهان سرمایه داری، این معادله رو تغییر داد. علت کینه همیشگی آقایون چپ ها که بعضی حتی خودشون هم نمیدونن چی هست، ولی اونجا که خط گرفتن هم همین هست. آقای دوستان گرامی، به خاطر اینکه کاری که محمد رضا شاه و ملت ایران با هم در اون روز کردند، در روز 28 مرداد کردند، باعث شد که دنیا به چنگال سوسیالیسم و کمونیسم نیفته. سقوط کمونیسم در سالهای بعدی در دهه 80، در آخر دهه 80 هم نتیجه همون بود، یعنی روز به روز کمونیسم هنوز رنگی نداشت برای اون باقی مانده ها. من نگاه کردن بقیه کشورا، اونجا آلمان شرقی نشسته بود با بدبختی تو سر خودشون میدادن، اونجا آلمان غربی مرفه ترین کشور دنیا نشسته بود، دوتاشون هم مال یک کشور بودن، اونجا اروپای غربی نشسته بود، اونجا گدوگشنه های اروپای شرقی نشسته بودن. خب اینا را مردم دیدند و فروپاشی کمونیست هم از همونجا آغاز شد. اما علت اصلی که این معادله هرگز به صورت این کفه ترازو هرگز اجازه داده نشد از اول سنگینی بکنه روی دنیای کمونیست، همون کار بزرگی بود که مردم ایران با خرد جمعیشون کردن. بعضی وقتها این دوستان گرامی مثلا تصویر کرده خیال میکنن ایران منحصر میشه به چهار نفر روشن فکر که در تهران باشن. نه عزیزم. و بعدم مثلا میگن که یک کسی بوده به نام شعبون بیماخ اومده با چاقو و مردم رو باداشته به این کار. آقا مگه این چاقو تا کجا امتداد میتونست داشته باشه؟ این تا داراب من که اصلا نه سمیت روزولت اونجا اومده بود، نه شعبون جعفری اومده بود، از کجا مردم همه جاوید شاه میکردن و داشتن توی کوچه ها میدویدن؟ خرد جمعی ملت ایران بود، به سطوح آمده بودن از وضعیتیه، نه در مورد اقتصادی امنیت داشتن و نه از نظر روانی و نه از نظر اجتماعی. طوری شده بود که هر لحظه حتی در شهر دور افتاده ای مثل داراب صحبتی بود که میگفتن توده ها میان و تمام زندگی همه رو میگیرن. توده ها اونجا میومدن برای خودشون تقسیمات میکردن، دو تا توده ای بودن تقسیمات شبا میکردن که میریم کجا رو مال کیا رو میگیریم. اینا را دوستان گرامی من که در برج‌های آج خودشون در تهران احیانا نشسته بودن نمی‌بینند. و بعد با این صورت و با این بی‌انصافی به حادثه‌ای که باید مایه افتخار ایران باشه، برای اینکه تونسته جهان آزاد رو نگذاره سقوط بکنه در دامن کمونیست، به این نقش بزرگی بوده که ایران و شاه با هم انجام دادن. ضمناً خدمت رو عرض کنم که این هر کس فکر میکنه که محمد رضا شاه با بازگرداندن محمد رضا شاه که خواست ملت ایران بوده
گل خیلی به سر این مرد شریف و فداکار زدن اشتباه میکنه. ایشون میتونست در اون موقع بره آدم بسیار مرفعی هم باشه، بره برای خودش با همسرش که دوست داشت میگرده دنیا و خوش میتونه بگذرنه، اما برای اون خوشی بزرگتر از خدمت به مملکتش و اینکه از این سیاه‌چالی که باید از پس قرنها بکشه این مملکت رو بیرون وجود نداره. اون میخواست ماموریت پدرش رو تکمیل بکنه، حتی با اینکه این همه به جانش سوء قصد کرده بودن باز خستگی ناپذیر بود، برای اینکه ماموریتی به گردن این پدر و پسر بود. و ما آمدیم بعد نشستیم در برج آجمون در تهران نشستیم، آقا دو تا خط کلمه کمونیستی هم دو تا نشریه خوندیم، بعد با این صورت به اینها باخته شدن و به این صورت از اینها بدگویی کردن. الان دیگه من نمیدونم آیه قدیدل واقعا جز این که بخوام کمال بی‌انصافی و یا توطئه‌ای باشه که هنوز هم در جریان هست، هیچ جواب دیگری براش پیدا نمی‌کنم. من همچنان که میدونید بیشتر خب به نگاه فرهنگی نگاه میکنم به این برنامه، و هنگامی که من دارم نگاه میکنم به رویدادهایی که پیش آمده، هنگامی که من خودم جوان بودم، منو به راه چپ کشیده بودن و جناب بهاءالله به این گونه بود که هنگامی که با ما گفتگو میکردن بچه های گوناگون بودن، ماویستا بودن، تروتسکیستا بودن و کسایی که هوادار آلبانی بودن، اینا هر کدوم گفتگویی میگفتن و همه این بود که رژیم بریزد، کشور بپاشد. همچنان که خویی خجسته در برخوردی که با در گفتگویی که با رادیوی بهش میگن ببخشید آیت الله بی بی سی، من میگن با گویندگان بی بی سی داشت، گفتش که اینها همه برنامه داشتن که ویران کنیم، پس از اون دیگه چی نمیدونستن. یعنی من یادم میاد هنگامی که با ما گفتگو میکردن هر کدوم از بچه‌ها که گفتگو میکردن، برای نمونه بچه‌هایی که هوادار آلبانی بودن میگفتن بهترین کشور جهان آلبانی هست و انور خودجه بهترین رهبر جهانه و این کشور از سوزن تو هواپیما رو میسازه و خودکفاست. و امروز که من تو اروپا میبینم و آلبانا رو میبینم چقدر بیچارن و چقدر از اوضاع روزگار خودشون بد میگن و در تازه خوب شده اینطوری میگن، پی میبره که چی بوده. یعنی ما هنگامی که نگاه میکنیم بخشایی که باید کار خودشون رو میکردن نکردن. دیشب من گوش میدادم به یک گفتگوی که آقای حشمت رئیسی در برنامه آقای میبودی داشت، ایشون میگفتش که روشنفکرا باید جایگاه خودشون رو درست کنن، پیدا کنن و تعریف کنن که روشنفکر کجاست، سیاسی کجاست و جایگاه مردم جامعه کجاست. این سخن بسیار سخن سنجیده‌ای بود، چیزی بود که آمیخته شده. یعنی هنگامی که ما امروز نگاه میکنیم آقای عباس میلانی که خودش جنبش چپ کار میکرده، کسی بوده که زندانم رفته میخواسته کارهای تروریستی بکنه و ها خب شما میدونید دیگه، خود ایشون هنگامی که میاد، حالا من میگم نمیخوام تو این برنامه برم، و هنگامی که سخن میگم سخن برای باز شدن، نه اینکه دشنام دادن فوش بده و گفته اصفهانی ها اون برای جوب این برای جوب فوش بده فوش بسو نیست. داریم نگاه پژوهشی نگاه میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم که آقای میلانی میگه در زمان شاه اگر میخواستی روشن فکر باشی باید به شاه باید بگی، چون رژیم باید میپاشید. چرا؟ چون اگر که میگفتید همه یک کشور میخواییم بپاشیم نمیشد. که من تا اونجایی که نگاه میکنم از این بر جنبش چپ کار میکرد، از اون بر کردهایی که شما اشاره کردید و دوست دیگری اشاره کرد کار میکرد، از سوی دیگه بچه ها رو میوردن کنفدراسیون کار میکردن. برای نمونه آقای شعبان جعفری نخستین بار در استخدام آقای مصدق بود، پس از اون به سبب آقای کاشانی برگشت. به این میگفتن بیمخ و بیمخیش هم هیچ کاری به 28 مرداد نداره. این همین آدم در جنبش چپ هست که امروزه میان جزء بزرگان برآوردش میکنن، که من در یک برنامه گفتم بهش میگفتن آقای فلان لنین، آقای فلان کچل، آقای فلان لجن، اونو میگفتن شعبان بیمخ. اینو هیچ چی نمیگن چون دیگه ایشون نباید گفت، چون ایشون در جای دیگه است و نباید اینو باید سانسور کرد، نباید باش در میگذاشت. ببینید روشن فکر ما سر جای خودش کار نکرده و امروز امیدواریم کار بکنه. این صحبت برای به خودش اومدنه. یعنی هنگامی که شاهرخ مسکوب میگه که مشروطه سه آرمان داشته، یه آرمانش امنیت اجتماعی بوده، یکیش مدرنیته و شهرسازی خوب بوده، سومیش آزادی سیاسی بوده. ایشون که خودش چپ بوده، مسئول حزب توده در اصفهان بوده و تو فیلمای شما هم دیدین این پیرن سفیدا همه توده‌ای بودن، همه جو دست توده‌ای بود، اینها ایشون میگه که دو تاشو برآورده کرد. خب حالا میرسیم به بخش سیاسی، بخش سیاسی که آزادی سیاسی باشه. آیا سوسیال دموکراسی معنیش این نیست که مردم بتونن با هم دیگه گفتگو کنن و تو سر هم دیگه نزنن؟
آیا روشنفکران ما امروز پس از 32 سال در خارج از کشور میتونن در کنار هم بشینن و تو سر هم دیگه نزنن؟ آیا روشنفکرا وظیفه یا آموزگار خوب رو بر دوش نداشتن؟ آیا وظیفه‌شون این نبود که بیان حلاجی بکنن، نه اینکه همچنان که میرفتوس یادآوری شده بود یا جلال متینی یادآوری میشه که اینا میان میگن که آقا جان کنفدراسیون میان میگفت که صد دزو که ساختن، اینا میگفتن دروغه، این مونتاژه و شانتاژ میکردن. یا شما حساب کنید 1971 آقای گونشر با چپیگال چیز میاد، با چپیه فلسطینی میاد اونجا و مأمور کاگبه مال یعنی پلیس آلمان شرقی، حالا کاگبه نه، میاد یه دانشجو رو میکشه. تازگی ها 20 سال پی بردن که این مأمور بوده کشته و کلک بوده و هیچکی هم نبوده. یا تو آمریکا میان چوب میکشن. یا کسی از این کمونیست ها برای من تعریف میکرد از توده، یا خودش این آقا رو من هفته دیگه در یه بر هفته پیش در یه برنامه دیدم، ایشون خودش با آقای رفسنجانی هم تو زندان بوده، خودش برای من گفت که ایشون در دبستان های ضد بهائی میرفته، پس از اون توده‌ای بوده و خودشون میدونن که این توده‌ای ها در زمان 28 مرداد و پیش از اون و پس از اون مصدق بهش میگفتن عامل انگلیسی. اینا همه یهو در امروزه که باید کنار هم بیایم، بخشی از روی همون کینه هایی که مانند برادر ایرش سلموتور دارن اگر برادر باشن، بخشی دیگر وابستان، بخشی هم مانند توده نفتیان. اینها اومده بود ایشون تو تلویزیون و میگفتش که اگر که 28 مرداد رخ نده بود من این رخ نمیداد، و خیلی خنده داره خودشون رو میکشن کنار. این است که نه، روشن فکر امروزه باید ببینه بار وظیفه‌ایش چیه. روشن فکر امروزه یا دیروزه یا پریروزه یا فردا، این آموزگار جهان مردمه. بابا جان روشن فکر، شما در این اندیشه نباشید که سیستم بیاد روشن فکری رو بسازه. روشن فکر باید سیستم رو بسازه. روشن فکر باید آموزش درست بده، زبان درست به کار ببره، روش درست به کار ببره، گفتمان درست به کار ببره که مردم پی ببرن و از اینجا اون سیاسیون رو بسازه. هی اینا میگن سیاسیون نذاشتن که ما کار بکنیم. بابا شما باید سیاسیون رو درست میکردید. شما در زمینه کشورهای دیگه کار میکردید یا وابستگی های فراوان و یا کینه جویا. این استش که جانب بحالو شما در این زمینه چی میگید؟ از کنم ببینید، اولا همون صحبت این که امنیت باید دولت ایجاد میکرده، به طور وقتی شما مثال ایران رو در نظر بگیریم، امنیت جامعه در تعارض بوده با کاری که چپ و مذهبی ها ائتلافشون داشته با هم دیگه انجام میداده، که کلی روشنفکران هم همشون دو اون جمع بودن، یعنی همون اتحاد نامقدس سرخ و سیاه کاری که داشتن در ایران میکردن در تعارض با امنیت جامعه بود. وقتی که شما میری بانک ها رو میزنی که پول جمع کنی برای عملیات چریکی، کارمند بانک بدبخت رو میکشی، رئیس بانک رو میکشی، پاسبان دم در رو میکشی، این جامعه امنیت نداره. معلوم است که بعداً این بی امنی یقه یه بدبخت دیگه هم خواهد گرفت. بعد وقت میره شکایت میکنه که آقا چرا مثلا نیروهای انتظامی شدت عمل بخواهد کرد. آقا در کجای دنیا امکان داره که شما مثلا بری یه جایی بری کارمند بانک رو بکشی بعد بگی من اجتماع با من کار نداشته باشه، من که من هدف من آزادیه؟ اصلا اینها شما بیا در آمریکا، در اون سوئد شما، هر جایی که میگن، هر جایی که میگن به من نشون بدین که کارهایی که داشتن میکردن به اصطلاح روشنفکرانی که دنبال روح چپ شده بودند و دنبال روح مذهبی ها شده بودند، ببینم آیا با وجود اینها میتونست اصلا یک جامعه اون امنیت اجتماعی داشته باشه که بعد بریم اصلا چلو. شما در سوئد شما آیا همچین امکانی وجود داره آیه قویدل عزیز که این همه مهد دموکراسی هست و اینا که شما تشریف برید در یه بانکی بعد خدای نکرد حالا شما این نوعی رو عرض میکنم نقا بینم چه معامله با شما میکنم؟ باور کنید چرا بالو، در این کشور که یکی از بهترین دموکراسی‌های جهان رو داره و همه میدونن، در این کشور پادشاهی، من یکی دو تا زمینه رو بهتون بگم که چگونه برخورد میکردن روشنفکران ما و اینجا چجوریه. ببینه برای نمونه، هنگامی که درباره تیره‌های گوناگون ایرانی گفتگو میکنن، روشنفکران ما به نژادگرایی دست میزنن، به شوونیست دست میزنن. در یکی از برنامه من گفتم در اینجا برای نمونه ما یک گروهی از مردم داریم، بهشون میگن سامر. این سامرها مانند سرخپوستا هستن. اینها در شمال سوئد، در فنلاند و در نروژ زندگی میکنن.
زبان دیگری دارن. همین منطقه که در جنوب سوئد من گستره‌ای که اینجا زندگی میکنم زبانش و دیکشنریش با زبان سوئد سواست و خود سوئدیا گویش اینا رو در نمیابن و یه دیکشنری هست برای این زبان. با این رو من میپردازم به اون سامرها. این سامرها برای نمونه در سال 1960 درخواست استقلال میکنن و فیلم یه داکومنت نشون داد سوئد در 7-10 سال پیش نشون داد، پلیس سوئد اومد و یکشون رو کشت و داد نظم با هم میزدن، با هم آروم نشستن هم بود، یکشون رو کشت و با هم زد و اومدن رفتن. بعد میگه نگاه میکنیم که روند کارها در سوئد چجوری بوده و سیاست مدار و روشن فکر ها چکا کردن. برای نمونه در همین سوئد، بله 100 سال و سر خورده سال پیش اومدن پادشاه گفتش که قدرت مانند همون مشروطه بشه، قدرت داد مانند مشروطه. در 1980 میاد تازه قانون میگذره که ولیعهد دخترم باشه پسر نباشه، که ماهی به ایران ایراد میگرفتیم. تا 1980 تا 1975 نخست وزیر رو شاه انتخاب میکرده. اینا رو نم نمک روشنفکرا آرام آرام نبرن اتوبوس آتیش بدن نچه. حالا سامرا رو من بپردازم که اشاره کردم. سامرا زبان دیگه ای دارن. اینها برای نمونه اگر بیاین همچنان که زبان فارسی رو توی کشور درس میدن تو بچه ها بتونن زبان مادریشون رو داشته باشن، یا کردی یا بلوچی یا آذری رو یا ترکی رو، به این گونه است که اینها زبان و ادبیات زبان سامری رو که زبان بومیشونه در هفته برای نمونه 2 ساعت میخونن. اما اینکه استاندار اون جایی که اونا زندگی میکنن از خودشون باشه، این نژاد پرستیه، یا اینکه فیزیک و شیمی رو به زبان اونا بنویسن، همچی چیزی نیست. روشنفکران گرامی ما امروز اگر کسی میاد جدایی طلبیان میکنه عکسشو میندازن میگن نه بابا جان این انگلیسا و اینا مانند همون داستان سلم که گفتم، اینا همواره کینه دارن، یه بر... یعنی کینه که با ما دارن نمیخواد با ما کینه ورزی کنن، میخواد اقتصاد خودشو پیش ببره. امریکا دو... اون دوست همیشگی نداره، اون منافع همیشگی داره، سود همیشگی داره، اون کار خودشو پیش میبره. برای همینه در یک زمانی میاد پادشاه ایران رو امن میکنن و مردمی که دو هیئت دولتی که بوده تا سال 1970 یا 1950 میخوان تغییر رژیم بدن، در 1960 نمیشه، مردم نمیخوان، 1952 نمیتونن، میان چیکار میکنن تا 1970 همش میگن که شاه خوب کار کرد، 1972 سه میگن شاه بد کرد. خب یعنی ببینید قشنگ نگاه کنید شما نشنال جغرافی 1975 حتی ببینید درباره ایران ژانویه چی مینویسه، همش خوبی میگن، یهوی نمیگن رژیم، میگن شاه بده. پس از اون میان یه ساختار رو یا سامانی رو به هم میزنن. اینجا نقش روشنفکره. روشنفکر باید بیاد اینجا از شوونیسم، از نژادپرستی دست برداره. و خیلی خنده داره که میان برای نمونه نژادپرستی ترکی و کردی و آذری و بلوچی و همه اینا رو درست میکنن و میندازن گردن فارس، در حالی که من لورم، شما قشقایی هستی، اون یکی بلوچه. و اینها نقشیه که گم شده در جامعه. حشمت رئیسی اشاره درستی کرد، میگفتش که آقا جایگاه روشنفکر کجاست؟ روشنفکر تو سیاسی هستی، آقایی که تو روشنفکری الان اومدی تو تلویزیون میگه اگر 28 مرداد نبود، بابا جان تو اینو بررسی کردی؟ خودتو بررسی کردی؟ خودت میگی چگونه بودی؟ اگر که تو دگرگون شدی پس همه میتونن دگرگون بشن، یا اگر تو دگرگون نشدی چرا نشدی؟ یعنی ما ساختار خودمون رو بیاییم به آزمایش بذاریم پیش خودمون و پس از اون پا بذاریم تو و روشنفکر نقش خودش رو روشن کنه و بگه که آموزگار اجتماعی و آموزگار کار سیاسی نکنه، یعنی سیاسی کار بکنه، تفنگ سیاسی دستش نگیره. آقای قویده، یه صحبت دیگه این است که یک سیاستمدار خوب، یک رهبر خوب این است که بتونه منافع مملکتش رو تشخیص بده و اگر این منافع همسو با منافع یک ابرقدرت باشه چه بهتر. ما که اینجا نشستیم با شعار که نمیشه کار جلو برد، که به خاطر انتخاب درستی که شاه ایران کرد، میتونست شاه ایران اونم بگه خیلی خب ما هم حالا که اینجوره میریم جز کمونیستان که گردنشون کلفت شده، ما میریم جز کمپ اونها، ولی اون مساله مردمش رو ترجیح داد. به خاطر این درایت که تشخیص داد منافع آمریکا، منافع دراز مدت آمریکا رو عرض میکنم و منافع دراز مدت ایران همسو با هم هست، این تشخیص شاه ایران بود. همچنان که در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت نیکسون شادروان میبینیم که ایران و آمریکا هر دو یک سیر تصاعدی پیدا کرد پیشرفتشون. باید اینها را دوستان یک مقداری از این بهشتای کاغذی و این تئوریای کاغذی خارج بشن، واقعیت ها
شرایط زمان رو ببینن. همین جوری در خلأ نمیشه با مسائل برخورد کرد. چه اشکالی داشته که سیاستی که ایران در پیش گرفته همسو با منافع بزرگترین ابرقدرت بوده، با ابرقدرت اون زمان بوده و الان هم هست. الان که واسلیم جلوشون هی مرگ بر آمریکا بگین و این همه ستم و بدبختی به سر مردم بیاد، اون موقع خوب هست. شما اگر سیاست نداری این درایت رو داشته که اولا در زمان جنگ موقعی که میان سه نیروی بیگانه میان ایران رو میگیرن، باز اون درایت و عقل این رو داشته باشه، اون رهبری که میاد با اون که گردن کلفت‌تر بوده و لیبرال‌تر بوده و میدونسته که با این بهتر میشه به عنوان یک دوست کنار آمد، با اون کنار آمد از شر اون دوتا دیگه خلاص بشه، این رو اسم شما جو نبوغ یک مرد چه میگذارید که با آمریکا کنار بیاد؟ ببینیم ما یه نگاه دیگه بکنیم. آیا امریکا در هنگامی که دو قطبی از میان رفته و شوروی در میان نیست و جهان خوار شده به گفته اینا، امروز جهان خوارتره یا 1950 دهه 50؟ شما نگاه کنید در دهه 50 و 60 و 70 روشنفکران و مخالفین میگفتن که این امریکای جهان خوار نباید باش دوست شد. همون آدما امروز که امریکا جهان خوار تر شده، نه اینکه تر شده که تر شده، آقای کدیور کجا داشت دارن؟ آقای عباس میلانی کجا داشت دارن؟ بله. آقای سازگارا کجا داشت دارن؟ آقای اکبر گنجی کجا داشت دارن؟ آیا آقای سازمان مجاهدین خلق کجا هستن؟ چریک ها کجا هستن؟ آقای فرخ نگهدار کجا هست؟ من کار فرهنگی دارم نگاه بکنم، من اصلا کار سیاسیش رو کار ندارم، من نگاه فرهنگی میکنم به این جریان که آقا جان من به نام یک دانش آموز، یک پژوهشگر فرهنگی دارم نگاه میکنم ببینم در این 100 سال گذشته روشنفکر ما چیکار کرده، پروندهش چگونه است. روشنفکر ما در دهه 50 60 70 گفته امریکا با بلوک غرب بده، باید به بلوک شرق بده. امروزه میبینیم بلوک غرب بدتر شده و شما تازه افتخار میکنید که در مهمانیتون فلان وزیر بازنشسته یا نماینده مجلس بازنشسته امضا بهتون بده یا اومده باهاتون شام خورده. دوستان این سخنی که آقای باحالو میگه نگاه فرهنگی، باور کنید نه سیاسی نیست، باور کنید نه نگاه سیاسی نیست، منتها از بس ما مرزها رو برداشتیم آمیخته کردیم. این است که اگه پژوهشگر فرهنگی داره کار فرهنگیش میکنه مانند منه، من دارم نگاه میکنم که آقا جان، آقای فلانی، آقای دکتر، آقای مهندس، آقای هرچی، تو کجا وایسادی؟ چرا حشمت رئیسی، چرا علی میرفتروز، چرا اسماعیل خویی، چرا اینا میدونستن؟ ولی برای نمونه یه دوستی گفتگو میشد، یه کسی که همه میشناسید شما میشن به من، یکی از دوستان هفته پیش میگفت این دوست ما با این همه پیشینه امریکا که میره کمونیسته، تو تلویزیون امریکا کمونیست میشه به سواک بعد. توی سوئد که میشه میاد آزادی خواه میشه، نه میگه سواک هم اون بوده رفته، نه اینجا کشور پادشاهی خیلی خوبه. توی لندن که میره چیز میشه، جبهه ملی میشه، مصدقی میشه، جبهه ملی نه جبهه ملی چون اشتباه دارد بر این استش که این روشنفکر باید ببینه کجا وایساده. و امروز کسی که میگه من روشنفکرم، من سیاسیم، هر دوشون اینها کسایی بودن که میگن شاه اشتباه کرد و اونجا ساخت و گروهی که با شاه بوده، یعنی اون سامان کشوری و آزمان و سازمان بد کاری کرد با امریکا ساخت. شما که همه امروز که امریکا بسیار بدتر شده رفتید امریکا وایسادید، جز این آقای باحالو؟ بله خدمت رو عرض کنم، با چون صحبت روشنفکر میکنیم، گرچه بالا به گمان من دوست عزیز، روشنفکران به طور کلی در مجموعه جهان که نگاه بکنیم اکثریتشون گرفتار اون بیماری خودشیفتگی نارسیسم هستن. حالا بعد تو در این نارسیسم مدت شما میشینی جلو آینه خودت رو نگاه میکنی و بعد دیگه این دیگه ارزاد نمیکنه، باید یه عده ازت تعریف بکنن. شما نگاه میکنی میری باید چی بگی تا ازت تعریف کنن. الان هم همچی بعد در موقعی که زمان انقلاب ایران، چون مد یک طور تبلیغات چپ و تبلیغ تونسته بود نشون بده که هر کس که با شاه بد باشه مورد تأیید مردم قرار خواهد گرفت، به خاطر این خودشیفتگی همه آیون شروع کردن به بدوی را گفتن به شاه. الان هم یک همچه وضعی هست، الان هم همین هست، این خودشیفتگی باعث شده که آیون نیون. مثلا الان دارن صحبت میکنن میترسن،
الان صحبت که بنده میکنم راجع به 28 مرداد، حالا همه دادهاشون در میاد. میگم آقا جون من نه جز هیچ سازمان هستم، نه جز این پرست هستم، نه اون پرست هستم، هیچ سازمان هیچ دینی را قبول ندارم، جزش نیستم، هیچ سازمانی هم نیستم جزش. تو این برنامه تلویزیونی هم که الان در خدمت آقای خدیگر هستم، به هیچ وجه بنده نه به این تلویزیون تعلق دارم نه به هیچ تلویزیون دیگه، من مهمان این برنامه هستم، حرف خودم رو باید بزنم به هر صورت. اگر من بترسم که پام روی این مین بگذارم یا پام روی اون مین سیاسی بذارم، اون بگن او اینجا حرف ندارم که مواد که دکتر صدقی بعدشون بیاد، اینجا حرف ندارم مواد فلان شاهی ها بعدشون بیاد، اونجا به این صورت ما به هیچ جا نمیرسیم. ما تا دوچار این خودشیفتگی باشیم، اگر روشن فکر ما باید دنبال حقیقت بره، نه دنبال این که تعریفش بکنن، نه دنبالی که بگن بارک الله ماشاءالله. با باریکل و ماشاءالله رو بذارین برای میدونای ورزشی، برن برای ورزشکاران رو کنن. شما باید بشینین، حتی چهرهتون مشخص نباشه، شما باید نشسته باشید در خفا جامعه رو طوری راه کردار بهش بدین که خودش هم ندونه چگونه، باید راه درست رو نشون بدین، نه اینکه همش نشسته باشین ازتون تعریف بکنن. شما با این بدبختی که به سر ملت ایران آوردین، اون موقع بود که فقط نشستین ازتون تعریف کنن، هنوزم بالکن معامله نیستین، هنوزم روی همون خط چسبیدین. پس جناب باحالو بیاییم ما با در 3 دقیقه که پس از اون دیگه یک آهنگ شادی البته از آذربایجان پخش میشه که به زبان آذریه و درباره همه ایران گفتگو میکنه و میریم که باید برنامه رو ببندیم، در 5 دقیقه با هم دیگه نگاه بکنیم که من یک 2 دقیقه گفتگو میکنم و بعد میسپارم به شما و پس از اون خدا نگهدار میگیم که مردم ما خواهش بکنن از نویسندگانشون، از پژوهشگرانشون که یک، شما سیاسی هستی یا روشنفکر؟ میتونید هر دو باشید، بگید. یعنی شما میخواید تعیین تکلیف بکنید برای سیاسیون، تعیین تکلیف میکنن راستش شوخیه. شعر خویی همونو میگفت که شما میگید با پیروبرتون، ولی نخیر، مرامتون یه چیز دیگه است. اون چیزی که میگی با اون چیزی که میکنید دوتاست. سیاسیون تعیین تکلیف میکنه، روشنفکر و پژوهشگر سواست. روشنفکر میاد میگه که آقا این آرمانو من دارم و گمان میکنم این روش ها به کار ببره. پژوهشگر میاد روش های به کار بردن نگاه میکنه، مانند امروز بررسی میکنه، میگه دوست من آقای روشنفکر، شما در اون دهه میگفتی اینا بدن، امروز که بسیار بدتر شده رفتی شیفته شدی و اون خودشیفتگی تو رو به این شیفتگی نرسونده، این کجاست؟ یعنی درخواست از روشنفکره. روشنفکر امروز به جایی که بیای بشینی به پادشاهی که زنده نیست و مصدقی که زنده نیست بری به اونا بپردازی و نقدشون کنی، اونا باید بررسی پژوهشی بشن. بیا بگو آقا فردا روز قدسه، چرا مردم ما که تو آذربایجان اینجوریه راه نیافتن برن تو آذربایجان، راه نیافتن توی خیابون شادروان تختی؟ شادروان تختی در زلزله بوئین زهره یادتونه که اومد تو خیابون، مردمش پول دادن و رفت، دولت کار میکرد، مردم هم کار میکرد، کنار هم کسی بود که بازوبند پهلوانی از پادشاه داشت، بسیار دوستش داشتن، بسیار میهن پرستن بود. اینه که مردم فردا برای نمونه کنار هم بیان و برن یه همچکاری بکنن و روشنفکرها خط بدن، نه شعار بدن. روشنفکر خط بده، ببینه بررسی چجوریه، نمونه های جهانی رو بیاره. آقای سیاسی هم حالا اگه برگشته تودهی بوده، امروز اومده مصدقه شده، ببینه راست راستی اینجوریه، میگه آخه گر با همه کس هم غیر منی وای به من، گر با همه کس همچون منی وای همه. آیا شما با یک بینش پادشاهی اینجوری هستید یا با همه اینجوری هستید؟ یه نگاهی به خود و نقش آموزگاری رو فراموش نکنه یه روشنفکر که نقش آموزگار داره، اون سیاست مدار رو میسازه، نه این وایسه که سیاست مدار آزادی به من بده که من کتاب که بنویسم به جای واژه عربی واژه فارسی به کار ببرم. بجز اینجا دو سه دقیقه هم در خدمت شما. اجازه بدید من فقط یک جمله، چون یادم رفته بود در مورد 28 مرداد یک جمله رو خدمتتون عرض بکنم. اجازه بدید من میگم یکی از قهرمانانی که اسمش تو این وسط ها همینجوری به فراموشی سپرده میشه، جنرال فضل الله زاهدی است. این شخص اگر نبود، دوستان عزیز، اصلا صنعت نفت ایران نداشت که بخواد بعداً دکتر مصدق این رو ملی بکنه. شیخ خزل رو اگر با اون فداکاری و با اون درایتیشون نیومده بود دستگیر بکنه، اصولا ما این خوزستان همون موقع جلا کرده بودن و در زمین بعد از 28 مرداد هم این قهرمان ملی باید فضل الله، باید سپهبد فضل الله زاهدی باشه که اسمش تو این وسط
به کلی داره از خاطرها میره، اما در خاطر اونهایی که باید بمونه، در خاطر اونهایی که ببینن آقا کی برای این مملکت چی کار کرده، نتیجه کارش چی بوده. این را هم خدمتتون عرض کنم دیگه، فکر کنم موقع خدا نگهدار باشه. بله، من یاد شما شیخ خزل گفتی، من یاد یه چیزی افتادم. شیخ خزل خوب رفتن آوردن تهران و در تهران در خیابان ژاله هم زندگی میکنه و این باز یک جا فیلش یاد هندوستان میکنه، میاد با رضا شاه میرفته دیدنش، با هم گفتگو میکردن، میگه که من چشمم درد میکنه و میخوام اگه بشه برم خارج چشممو کارپزشکی بکنم، جراحی کنم، بررسی کنم اینا. رضا شاه هم اونجا میگه آدم باهوش اینجوریه، میگه که چشم منم نگرانه، خواهش میکنم یکی از بهترین پزشکایی که آقای شیخ خزل بررسی کردن بگید بیا چشم هر دوی ما رو ببینه. روشنفکران گرامی، پژوهشگران گرامی، درود فراوان به شما، امیدوارم تندرستی یارتون باشه. خواهش میکنم شما هم که اگر چشمتون مانند شیخ خزل درد میگیره یا کمسو شده، خواهش میکنم خودتون رضا شاه خودتون بشید و مال ما بشید و مال همه جامعه بشید، چشم پزشک بیارید، چشمای هممون رو باز کنید، با یه نگاه دیگر، همچنان که میرفتوس میگه، با یه نگاه دیگه مادرانه نگاه کنیم به تاریخ، همچنان که جلال متینی میگه، برای نمونه همه رو بررسی کنیم. گذشتگان باید بررسی بشن و نقل مال انسان زنده است. توهین نکنیم. کسانی هم که میان در رادیو تلویزیون ها یا در جامعه سخنرانی ها توهین میکنن به هر کسی، نپذیریمشون. توهین کردن و زبان توهین و تند و دشنام داشتن، نه. دشنام از دژدینه میاد، دژ پلید، دینه درون روشن وجدان. کسی که دشنام میدهد دژدینه است، مانند دژخیم که خیم، دژ پلیدی خیم. این استش که اینها پلیدیه. نپذیریم در رادیو تلویزیون ها دشنام بدن. اگر روشن فکر نیست، از راهش به در شده بهش بیاموزیم. برنامه رو پیشکش میکنیم به بازماندگان آذربایجانی. امیدوارم که شادی یار این مردم باشه و همه جهان. امیدوارم همه با هم بتوانیم به جایی بریم که روشنفکرامون هم با ما بیان، آموزگاران دست برداشته از 28 مرداد باشن و بپردازن به 29 مردادی که داره میاد، یا شهریور یا آبان یا آذر. بسیار بابا 28 مرداد یه دونه بوده و گذشته است و اینها بازی هایی که دشمنان دانا و دوستان نادان و یا کینه‌جویان یا کسانی که باختن همه زندگیشون رو و شکسته های سیاسی هستن، باز میخوان مطرح باشن در زمینه مصدقی و غیره. باور کنین اینها اگه کاری میتونستن بکنن در زمان جوانیشون و درس خوندنشون در زمان تودهشون میکردن. من خدا نگهدار میگم و برنامه رو به پایان میرسیم میبریم و خواهش میکنم شما هم خدا نگهدار بگید و خدا نگهدار. زنده و پاینده باشید. دیدار ما با روز شنبه. من پوزش بسیار میخوام. در هفته گذشته و این هفته من حال خوشی نداشتم بر این رویداد آذربایجان، بر آنچه به کشور و مردممون میگذره و این خود 28 مرداد هم بسیار دل منو آزرده میکنه. دوست داریم بررسی کنیم، ولی به اندازه این میپردازن بهش و به حاشیه میرن و بیراهه میرن که آدم کنار میکشه. شاد و تندرست باشید و زیادم دم از جدایی اینا نزنید. دم از جدایی زدن خودش پیش آوردن این قضیه است. ایران ثواب شور نیست. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. Yeah.
دور از تو نیست اندیشم.